ایران اگر بفهمن واقعا بدون تعصب، بدون خرافه گرایی، بدون آنچه که در طول 30 سال گذشته تو مغزشون این حرامیان کردن، واقعا آریا مهر برای ایران چه کرد، واقعا پدرش رضا شاه این ابرمرد این سردار ملی چه کرد، در تظاهرات بعدی که به خیابون بیان همه جا بیچا سر خواهند داد و به اونجا هم میرسی. همین تلویزیون این وظیفه رو به عهده گرفته و به انجامش میرسونه. من به اهورامزدای ایران سوگند یاد میکنم، تنها هدف اینه، هیچ کس دیگری دنبال این کار نیست، فقط مایی و انجامش میدیم. خمینی گفت شاه باید بره و یه سری گول خوردن، گفتن باید بره. ما میگیم رژیم اسلامی باید بره و بیرونش میکنیم از ایران. هیچ تلویزیون دیگر از این صحبت ها نمی کنن. هنوز دنبال تو شکم پاره حکومت اسلامی دارن دنبال دلرودهی میگردن که به این توش تمیزی چیزی بینه میشه بکشن بیرون سوارش بشن از ترابش آویزون شد. پس من اگر یه 5 ماه یه دفعه 6 ماه یه دفعه یه انتقادی هم میکنم، از دلسوزی برای کشورمه، از نزدیکی قلبیم به شاهزاده است، از عشقم به آریامهر، از تمام وجودم که جان نثار رضا شاه بزرگه. گفتم یک موی گندیده منم میارزه به 1000 تا از اینا که دستمال ابریشم تو دستشونه با شیرجه میرن و دوروبر ایشون صف وای میسن اینجوری منجوری. از این هرومزاده ها دوروبر آریامهر هم زیاد داشتیم، همشون هم زیر پاشو خالی کردم. من جانم رو برای رضا پهلوی میدم، جان خانوادم رو میدم برای نماد و سمبول پادشاهی، نه شخص رضا پهلوی. یک انسان مثل من آمده و میره، ولی نماد و سمبول آینده نسل‌های منه و بعد از او که امید و آرزوم جز این نیست دست کم 30-35 سال در ایران پادشاهی بکنه، ما برای اولین بار دوباره بعد از چند قرن یک پادشاه زن خواهیم داشت، دختر بزرگ ایشون. چیزی بهتر از این؟ پس سوء تفاهم یه موقع این دوزاریا بالا پایین نپرید و خوشحالی و سکویی، به سکویی همون سکویی همونه که یه مدت به شاه اللهی میگفتین، یه مدت سلطنت طلب میگفتین، یه مدت بسیاری از همین رسانه دارا میگفتن بابا تو اینقدر شاه جا بی جا کردی به دیوار گفته بودی، یه تعظیمی یه خبری میشد. من تو آخرین نفسم جاوید شاه میگم. جاوید شاه یعنی جاوید ایران، یعنی جاوید ملت، یعنی جاوید هویت، یعنی جاوید پرچم، یعنی جاوید فرهنگ و تاریخ 2500 ساله. این تلویزیون یکی از ارزش‌های بزرگ معنویش همین خط مشی سیاسیشه. هویت داره، میگه من کیم، چیکارم اینجا، باشدم دارم چیکار میکنم. ظاهر سازی و سیابازی و حق بازی و کلک و واسه خوش آمده این و اون کار کردن تو ذات من نیست. خود اعلیحضرت هم خیلی خوب میدونه من ایشون رو هرگز از نزدیک با ایشون حرف زده ابدا، ولی به اهورامزدای ایران سعید سکویی با تمام اون نقطه های قوتی که ممکنه در خودش احساس بکنه، شاهزاده رضا پهلوی آیکیوش بسیار بالاتر از بیش از مجارتی ایرانیان است که آیکیوی بالا دارد. اونجایی که باید انتقاد بکنم میکنم، از خدا هم نمیترسم، ولی میخواستم این اون چیزی که تای قلبمه رو به شما مردم بگم. ولی شاهزاده من رو شاید بیشتر از نزدیکترین آدم ها بهش بشناسه. این که تا آخر خط با ایشون هستیم
چه ایشون خوشش بیاد چه خوشش نیاد، ما مثل در من مثل در مسجد هستم برای ایشون، نمیتونه بکنتش دورش بندازه، نمیتونه بکنه کاری باش بکنه. ادب و احترام دارم خدمتون، خسته نباشید. حضورتون عرض کنم که در ارتباط با پیشنهادی که جناب آقای وطن‌خواه دوست و همرزم و همسنگر ما در تلویزیون آریامهر و سرکار خانم دخی عبدی در طول 24 ساعت گذشته، خصوصا امروز جناب وطن‌خواه که سنگ تمام گذاشتن در مورد این کلاب آریامهر، کلوب آریامهر که 500 نفر عضویت پیدا کنند و متعهد باشند به این عضویت با ماهی 100 دلار، خب استقبال خیلی خوبی در عرض همین دیروز و امروز صورت گرفته که ما تا یک شنبه آینده گزارشی به شما در این مورد خواهیم داد که چند نفر اعضا به خانواده قبلی اضافه شدن یا اعضایی که بودن در خانواده و تصمیم گرفتن برای بقای این سنگر و رسانه خودشون، صدای خودشون، تریبون خودشون، میکروفون خودشون، تلویزیون خودشون با قد و قامتی کشیده تر بایستند. یک تحلیلی از خانم میرزادگی دیروز یا پریروز خوندم در یکی از این سایت ها که جالب به نظرم اومد و یک مقداری از اون رو چون دیروز گفتم که بزرگترین یکی از به اصطلاح صدمات و جنایاتی که رژیم اسلامی در طول 31 سال گذشته به ایران کرد، پایمال کردن و به قول معروف له و لبرده کردن هویت ما بود. وقتی این مقاله و تحلیل خانم میرزادگی رو خوندم و مطالبی که در ذهنم در این مورد آماده کرده بودم خدمتون میخوام عرض بکنم که رژیم اسلامی فقط در طول 31 سال گذشته جنایاتش در آدم کشی و بدار کشیدن و سنگسار کردن و تجاوز و کهریزک و حسارک و اوین و سنگسار و قطع اعضای بدن و این گونه وحشیگری های دوران قرون وسطا فقط نبود. شما از هر منظری که 31 سال گذشته رو زیر ذره بین ببرید و ارزیابی کارشناسانه بکنید، این رژیم در ابعادی گسترده به اقتصاد ما، به فرهنگ ما، به صنایع ما، به نفت و گاز ما، به جغرافیایی آبی ما صدمه زد. کشور ما رو در بحر خزر، دریای کاسپیان تجزیه کرد، یعنی بیش از 40%، 42% سهم نفت و گاز و خاویار و این مسائل ما رو دو دستی واگذار به روسیه کرد. اما این به اصطلاح خسارات جبران ناپذیری که این رژیم خودکام اشغالگر، دست نشانده فاشیستی دینی، تروریست پرور، تروریستی سر کشور ما و ملت ما آورد، صنایع ما رو نابود کرد، جنگلداری و مراتع ما رو نابود کرد، کشاورزی ما رو نابود کرد، حضور مبارکتون عرض کنم که دو نسل ما رو نابود کرد، اما صدمه‌ای که به هویت ملی ما زد، یکی از بزرگترین آرمان‌های این تلویزیون که داره با تمام وجودش برای بازگشت پادشاهی، سامانه پادشاهی، آیین پادشاهی به ایران داره تلاش میکنه برای بازپس گرفتن هویت ملی ماست. هویت همون شناسنامه فرهنگی است
همه میدونیم که فرهنگ مجموعه است از ادبیات، علم، شناخت، از تاریخ، زمان، مذهب، آیین، سنت و بسیاری مسائل دیگری که به اصطلاح فرهنگ رو، فرهنگ یک کشور رو، فرهنگ یک جامعه رو پوشش میده.